به نام یاد خداوند و با درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و عرض ارادت خدمت شما خوبان گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبحتان بخیر. امیدوار هستم صبح به خوبی آغاز کرده باشین، به دور از هر گونه درد و رنج باشین، در هر کجایی که هستین خوش باشین و تلاش کنیم همه که در کانون خانواده ها و در اجتماع زندگی را خوش بگذرانیم. خوشحال هستم من بشیر سیرت با تقنیم آیت عشق در صبح خورشید تا ساعت 9 در خدمت شما سروران گرامی قرار دارم. امروز با من جناب استاد نورالحق عارفی، استاد دانشگاه هستم. بسیار زیاد خوش آمدید جناب استاد و صبح شما بخیر. تشکر، ممنونتان. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. صبح شما و همه بینندگان عزیز بخیر. شما هم سلام باشید. تشکر استاد. شما و هر شهروند میدونه که ما در کشور ما و شاید هم حد اکثر کشورهای اسلامی کشورهای فقیری هستیم. خب گذشته از چند کشوری که کشور اسلامی که عربستان سعودی یا امارات یا بعضی از کشورهای دیگه، اما در کل 50 چند کشور اسلامی که هستیم، یعنی بیشترش کشورهای فقیر هستیم. عامل فقر در کشورهای اسلامی و مخصوصا در کشور ما از نظر شما چی هست و چرا ما در فقر زندگی میکنیم؟ تشکر، ممنونتان. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، متاسفانه یکی از پدیده های منفی و شوم که در جوامع بشری و همانطوری که شما فرمودید در کشورهای اسلامی سایه افکنده است، موضوع فقر است. یکی از پدیده های منفی و شومی که محصول عوامل و علتهای متعددی است، مثل جنگ، فساد و عدم امنیت، اینا همه عواملی هستند و پدیده‌هایی هستند که مخصوصا در کشورهای اسلامی و علل اخص در کشور عزیزمان افغانستان وجود داره. خب فقر را می شود در کشورهای اسلامی از بعد سیکه درویی سرش بحث کرد. از یک طرف فقر بدون شک یک پدیده منفی هست و محصول عواملی است، و از طرف دیگر در کشورهای اسلامی و به خصوص کشور عزیزمان افغانستان، خوشبختانه از یک طرف معادن و صنایع نااستفاده شده ای داریم که اگر اینها باید استفاده می شدن ولی چرا استفاده نشدن سرش بس می کنیم، از یک طرفی، و از طرف دیگر کشور عزیزمان جوانایی دارند که نیروی جوان و نیروی جوان فعال می تواند خودش یک دورنمای خوبی باشه برای از بین بردن فقر. اما این که فقر عواملش چی هست، ما می توانیم فقر را هم از بعد دینی عواملش را به بحث و بررسی بگیریم، هم از بعد علم اقتصادی. چرا که دانشمندان اسلامی هم آمدن عوامل فقر را هم بحث کردن، هم دانشمندان علم اقتصادی را بحث کردن. ما بدان نکته میخوام از بعد دینیش اشاره بکنم در روشنایی آیه مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. از این آیت بواضح معلوم میشه و روشن است که عوامل فقر در کشورهای اسلامی آلوده بودن مسلمان ها با گناه است. یعنی مرتکب شدن به گناه خودش عامل فقر است. چرا اینجا قرآن میگه که ایمان و تقوا خودش باعث زدودن فقر است. هرگاه اگر اهل ایمان، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، ایمان و تقوا داشته باشند، لفتحنا عليهم برکات، یعنی دروازه هایی که میتونه فقر را از بین ببره برشان از زمین و آسمان باز میکنه. منظور همان بحثی است که دروازه های فقر بسته میشوه و این خودش متاسفانه یک بخش است. دومین عاملی که دانشمندان دینی در روشنای قرآن بحث کردن، همان بحثی تبذیر است، این اسراف هست که متاسفانه در کشورها اسلامی و به خصوص در کشور عزیزمان از یک طرف طوری که بحث همیست که
در جهان دومین کشوری است بعد از کشوری سومالیا فقیرترین کشور هستیم، ولی متاسفانه از یک طرف دیگر مصاریف بیجا و تبذیر و اسراف، این خودش یک عامل فقر است که چنانچه خداوند در قرآن عظیم شان می فرماید که مؤمن یکی از ویژگیش امیست که وقتی که خرچ میکنه لم یسرف و لم یقترو، نه اسراف داره نه افراد داره نه تفرید در مسائل در آمدش. متاسفم استاد، مشاهدات شما و چشم دید شما در بحث اسراف در کشور ما چی هست؟ شما چه زمینه هایی را مشاهده کردین؟ در چه زمینه هایی که شهروند ما و هموطن ما اسراف میکنه و اسراف سبب شده که ما به فقر برسیم؟ ما در یک کشور زندگی میکنیم به عنوان یک شهروند، اینجا یکی چند نمونش را من میخوام عرض بکنم. یکی مثلا کسی که وقتی که متوجه میشه بدر آمدش، بجای از این که برا و سراغ مرفوع ساختن نیازمندی های اساسیش، میرا و با خرید چیزهای تجملی که مثلا یک کسی که بجای از این که اولویت بندی بکنه که چی چیز برش بهتر است، متاسفانه در افغانستان در مسائلی مثلا شما وقتی که بحث عروسی ها میرید، شما مثلا خودش یک عامل فقر است دیگه. یک جوانی که هیچ درآمدی نداره، بعد وقتی که بحث ازدواج مطرح میشه و در فکر قرض است و در فکر عزیز که در کدام هتل خیلی مزین و عروسی را بگیره و تا که مورد ننگ آر قوم و دیگرش قرار نگیره و مسائل دیگری هست که خب من چگونه یک موتری خوبی داشته باشم، چگونه یک خانه خوبی داشته باشم، اینها مخصوصا در افغانستان نیازمندی ها اولویت بندی نشدن. پیش از این که ما بریم سراغ نیازمندی های اساسی خود که خب خانواده را چگونه تکافو بکنیم، نظام اقتصادی و نفقه و خرج را، بعد در فکر چیزهای دیگری میاریم. متاسفانه که جوانان عزیز ما با این پدیده منفی و شومی دچار هستند. و عوامل دیگری که از بعد اینکه دانشمندان اقتصادی بحث میکنن، همان هم بحث جنگ است. جنگ خودش عامل فقر است، و چرا که وقتی که جنگ باشه اونجا همه دروازه های درآمد بسته میشه، و چی تولیدات هست، چی صنایع هست و چی فابریکه های تولیدی هستن، طبعا دیگه اونها به خرابی میروند و خود جنگ میتونه عامل فقر و بیکاری در کشورها باشه. و بحث مهم است که عدم یک قانون یا یک استراتژی منظم برای بحث اقتصادی هست. متاسفانه خب مخصوصا همی کشور عزیزی ما افغانستان نداریم، یا افراد متخصص نداریم یا شخصیت های متخصصی در نظام اقتصادی داریم، ولی فرصتی برشان دادنم شونا بیاین استراتژی منظم یا قوانین قانون منظمی برای بر اقتصاد و برای از بین بردن فقر و برای درآمدی بیشتری اونا منظم بسازن که بتانه کشور را و با کشورها اسلامی را از فقر به دور نگاه بدارن. و عوامل دیگری که میتوانه باعث فقر شوه، بحث همان خود فعال نبودن نیروی جوان. شما متاسفانه ما که وقتی که با جوانا روبرو هستیم در دانشگاه ها، شما وقتی که در شهر و بازار، فکر جوان همیست که ما چگونه از این کشور فرار بکنم، در حالی که فرار رای حل نیست. ما باید یک جوان در فکر یزی باشم ما چگونه فعال باشم، که چگونه ابتکار برای خود پیدا بکنم که ما بتانم خود را از بیکاری و از فقرم خود و خانواده خود را بیرون بکشم. یعنی مدیریت فکر نیست، مدیریت فکر نیست. میایم انشاءالله که وقتی که نیروی جوان فعال نباشه، بحثی مثلا ما میگیم در افغانستان بحث بیکاری بله مطرح است، ولی از یک طرف نیروی فعالی که باشه بتانه خود را از بیکاری فقر بکشانه وجود نداره. این فکر باید پیدا بشه و که جوان نیروی کارداری برای خود آمادگی پیدا که خود را از بیکاری و از فقر بکشانه. شما بسلامت. و عامل دیگری که خیلی مهم است، تدبیر نادرست است. منظور از تدبیر نادرست است که ما در مسائل اقتصادی من یک برنامه ریزی درست نداریم که ما
خب مثلا ما در نظام اقتصادی بحث عرضه و تقاضا هست. ما خب تقاضامون چی هست و باید چی را عرضه بکنیم؟ شکی نیست که انسان نیازمندی های به انتهایی داره. خب در مقابل نیازمندی های به انتها و نامحدود حتما وسائلی داری. پس ما باید این گونه تدبیر و برنامه داشته باشیم که در مقابل نیازمنده های به حدی حصری خود از امو داشته های محدودی خود طور استفاده کنیم که ما بتانیم نیازمندی های اولیه خود را و ضروریات اساسی خود را مرفوع بسازیم. متاسفانه چنین چیزی وجود نداره. همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم میتونه عامل باشه. بحث عدم عدالت است. بی‌عدالتی خودش عاملی فقر است. خب این بی‌عدالتی چی در سطح یک نظام باشه، این بی‌عدالتی چی در سطح یک خانواده باشه و این بی‌عدالتی چی در سطح هیچ کوچکترش باشه، خودش عامل فقر است. چنانچه امروز میتونه که به این بحث ما رب داشته باشه که بحث همسانسازی معاشات و جا داره که از وکیلای با عزت آنانی که میآیند از حقوق حقه مردم دفاع میکنن تشکری بکنیم که اونا شما ببینید وقتی که یک کسی که مأمور دولت و کارمندی دولت هست، کارگر است، ماشی از او مثلا 15,000 و بعد او کسی که ماشی از او از لک و دلک بالا میروه، این خودش بیعدالتی است، دروازه فقر را باز میکنه. خب اون مأمور دولت میگه همین کاری که من میکنم خب برادر ما خواهر ما هم انجام میده، ولی چی تفاوتی بین این امتیاز وجود داره؟ این خودش بیعدالتی عامل فقر میشه که میتونه باز دست به چیزهای دیگری بزنه. و دیگر از عوامل فقر که خیلی میتونیم بگیم عامل درشتی هست که متاسفانه در کشوری عزیزمان هست، قلت تولید هست. وقتی که ما از یک طرف میگیم خب ما معادن سرشاری داریم، ما ذخایری داریم، خب این در صورتی می شود که ما باید تولید داشته باشیم، خود تولید باعثی از بین بردن فقر می شود. شما بسرم و قلت تولید باعثی عامل فقر. تشکر. برمی گردیم فقر، عوامل فقر و بالاخره فقر زدایی رو امروز در برنامه با کنکاش می گیریم. توجه شما را خواهان هستم تا ختم برنامه باشین. ادامه حرف حدیث با جناب استاد پس از وقفه ادامه می دیم انشاءالله. ادامه آیت عشق در صبح خورشید بینده و شنونده هستید. عوامل فقر و فقر زدایی را امروز در برنامه با جناب استاد عارفی به بحث میگیریم. صدر اسلام نگاهی اگر بیاندازیم میبینیم که زمانی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره میره، تا در غزوات و در سالهای اول زندگی، از کوچکترین امکانات هم اینا بهرمند نیستن. حتی در جنگ احزاب میبینیم که همه سنگ در شکم بسته میکنن. اما رفته رفته زمانی که دولت اسلامی یا خلافت اسلامی شکل میگیره، در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ما روایت هایی داریم که حتی صبح هم غنیمت ها برای مردم تقسیم شد و عصر هم، یعنی مردم در رفاه و در آسایش بسر می بردن در عصر حضرت، تا عصر حضرت عثمان تا بعد از او. چی کردن که اقتصاد درستی را شکل دادن جناب استاد؟ خب طوری که در آغاز صحبت کردیم، فقر معلول علت هاست. خب وقتی که علت از بین بروه، معلول خود به خود از بین بروه می روه. این منظور است که وقتی که عواملی که بت میتونه فقر را به وجود بیاره، او عوامل از بین بروه، خود به خود فقر از بین میروه. خب مسلمانان صدر اسلام اما علتهای فقر را انگشت گذاری کرده بودن کدام عامل و کدام علتها میتوانه عامل فقر شوه، آنها را نشانی کردن و برای از بین بردنی از اونها کوشیدن. همین بحثی که در آغاز گفتیم، خود بحثی پایبند بودن به اوامری خدا، خودش میتونه از بعد دینیش البته خودش میتونه باعث غنامندی شوه و توانمندی شوه و بتونه در آمد اقتصادی را بالا ببره.
و بحث همان عدم تبذیر و عدم اسراف میتانه خودش باعث همین بشه که فقر را از بین ببره. این که میایم سراغ پاسخ سوال شما که مسلمانان صدر اسلام چگونه توانستن اقتصاد خود را بالا ببرند. ببینین جناب سیرت صاحب، ما در سطح جهان سه تا نظام اقتصادی مروج داریم: نظام اقتصادی سوسیالیسم، نظام اقتصادی کپیتالیسم و نظام اقتصادی اسلام. خب امروز جهان هم بمین فکر است که خب این دو تا نظام، نظام اقتصادی و سوسیالیسم کپیتالیسم، اینها در تقابل با یک دیگر هستند. خب گاهی آمدن یکی بدیل دیگر شده. بعد امروز جهانم به می فکر است که یگانه نظامی که میتونه بدیل و جایگاه دیگر نظام های اقتصادی شوه و اون نظام اقتصادی اسلام است و ای ابتکار همان مسلمانان صدر اسلام و به خصوص حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بوده که اونها توانستن یک تهداب گذاری خوب برای نظام اقتصادی اسلام داشته باشن. حتی قبل از پیامبر صلی الله علیه و سلم بحث وقتی که میریم به قرآن نظام اقتصادی را مولدی مطالعه قرار میتیم، همان به قصه و حکایت هایی که قرآن از حضرت یوسف علی نبی علیه صلوات و تسلیمات داره که او چگونه توانست یک مصر فقیر را و دست بسته را بتانه به یک چیزی بالایی برسانه که کشورهای همسایه محتاج همان کشور مصر باشند. و مسلمانان صدر اسلام توانستند که از یک طرف هم غنایمی که به دست می آوردن این خودش باعث ای بود که می تانست اقتصاد اسلامی را چیز بکنه، و هم بحث زکات که چنانچه حدیثی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که پیامبر معاذ ابن جبل را میفرسته به یمن، بعد اونجا چند تا پیام برش میده. یک پیام همیست که برشان بگو که تؤخذ من اغنیائهم و ترد الى فقرائهم، یعنی مال از اغنیا و آنانی که توانمند هستند گرفته میشوه و به فقرا داده میشوه. خود پرداخت زکات و گرفتن زکات و دادن به فقرا هم خودش میتونه همان درآمد اقتصادی را بالا ببره. هم ما در اسلام بحث بیت المال داریم. متاسفانه در کشورها اسلامی و به خصوص در کشور عزیز من افغانستان بیت المال نه به شکل درستش مدیریت میشه و نه به شکل درستش به مستحقینش داده میشه. تشکر استاد. یک مورد دیگه، خب موردی که شما یاد کردین، مثلا داشتن تقوا میتونه در داشتن اقتصاد خوب یعنی بسیار کمک کنه. آیات قرآن کریم ما زیاد داریم برای دیر استاد، جمعوری زکات و بحث آشر و بحث خامس در فقه جعفری و موارد دیگه بس. اما اینا خب شاید بسط کوچکترش باشه، شاید در حدی باشه که یک تنها یک فامیل در رفاه و در آسایش بسر بره. اگر ما اینا به شکل بزرگترش کمی نگاه کنیم، دنیای امروز اگر ما ببینیم، مثلا نو اقتصادی که آمریکا داره و اقتصادی که اروپا داره، تا مثال من روزای پیش در مورد زیردریایی یک سایت خواندم که ساخت هر زیر دریایی حدودا 7 میلیارد دلار مصرف داره. خب ما چطور میتونیم با چه روش اسلام و با گرفتن نظریات اسلام میتونیم که ما اقتصاد جهان اسلام تقریبا اگر همسان نشد با کشورهای غیر اسلامی تقریبا یک 80 فرق داشته باشند، یعنی نزدیک بسازیم. ما میبینیم که در هیچ کشور اسلامی همین لحظه ما هیچ زیردریایی نداریم. اقتصاد کشورهای اسلامی درست است، شاید بعضی از کشورها خوب باشه، اما نه به سطحی که قابل مقایسه با کشورهای غیر اسلامی باشه. خب دقیقاً که قبلا که عرض کردم بحث زکات و بحث اونها دقیقا مسائل دینی و بعد دینی از او است، اما به شکل بزرگترش ما وقتی که میگیم من حرف شما که ما چگونه بتانیم کشورهای اسلامی چگونه بتوانند حداقل همسانی یا پایین تر از او بتانند اقتصادشان را بالا ببرند، چند تا چیز میتوانه باشه. یکی موجودیت یا بودن شخصیت های فنی و متخصصی مسلمان در نظام اقتصادی است که ما وقتی که پیدا بکنیم چنین شخصیت هایی را که فنی و مهارتی در بخش نظام اقتصادی داشته باشند، طبعا که داریم، اینها را بگذاریم که اینها برای
اقتصاد اسلامی کار بکنن و بتانن اقتصاد اسلامی را بالا ببرن. بحث دیگر است که ما متاسفانه که امروز همان حرفیشون وقتی که بس از اقتصاد صحبت میکنیم بدون از اینکه جوان مسلمان فکر و ذهنش سراغ اقتصاد اسلامی بره و همان نظام اقتصادی سرمایه‌داری و بازاری آزاد میروه. ما از این ما باید یک فکره پیدا بکنیم و یک بیداری پیدا بکنیم برای جوانان مسلمان که نه، نظام اقتصادی اسلامی اگر یک طرف آمده ربا و سود را حرام قرار داده و بعد بانک هایی که از طریق سود اونها تجارت و داد و ستد دارن و اسلام آمده برای از اونها بدیلی داره، برای حرمت ربا سود را حرام قرار داده بدیلی داره، بحث تجارت است، و برای بانک هایی که سود را داد و ستد میکنن اونجا بدیلی داره که میتونه که نظام اقتصاد اسلام برای بانک های سودی بدیل پیدا بکنه. و بحث دیگر همه است که متاسفانه در امروز که کشورهایی که آمدن به صدر رسیدن اونها از آغاز آموزش نظام اقتصادی را از فامیل و خانواده شروع میکنن. ما باید آموزش نظام اقتصادی را از فامیل، از خانواده تا مکاتی و تا دانشگاه ها آغاز بکنیم و یک فکره و یک پیام الهام بتیم برای جامعه اسلامی، برای شهروندان، برای جوانان که خب اگر ما از راه نظام اقتصادی به پیش بیاییم میتانیم در برابر نظام های اقتصادی دیگر اگر قد علم کردن نتانستیم حداقل میتانیم به عوض استفاده از نظام اقتصادی دیگران از نظام اقتصادی خود استفاده کنیم. استاد با مزرد گپا بسیار زیاد است، اما سوال هم بسیار زیاد است، در راستا فرصت هم تمام است. بالاخره استاد در یک جمله یک سوال بسیار جاندار بود در ذهن ما، با تاسف اتاق فرمان ختم برنامه را دادن. چطور میتونیم که ما اقتصاد ورشکسته را دوباره سر پا استاد کنیم؟ حداقل یک نان بخور و نمیر پیدا شد برای اموطن ما جناب استاد. دقیقا که ما در کشوری که با فقر دست و پنجه نرم میکنیم، یکی از چیزی که میتونه ما را حداقل من نان بخور نمر پیدا بکنیم بحث موجودیت عدالت و دو یک قانون منظم در مسائل اقتصادی و دست گرفتن انسانهای ظالم از راه زور و قوت و ظلم استبداد می آیند، حاکمیت می کنند، همان بحثی حاکمیت مزدی دارند، جلوی از اینها گرفته شود و حداقل آزاد گذاشته شود ملت و مردم که بتانند همان نان بخیر و نمر را پیدا بکنند. بسیار بسیار تشکر جناب استاد رفیق، زنده باشید، شما را به سلامت داشته باشید، سلام کردیم، تشکر. به پایان برنامه امروز خود رسیدیم. دوستای عزیز صفحه فیسبوک ما را از یاد نبرین، اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی نوشته کنین. هر سوال و نظری نقدی داشتید ما در خدمت شما هستیم. تا دیدار بعد شما را به خدا یک تا امانت میکنم. روز روزگارتان خوش. الله نگهدار.